أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة کدارکه نفسر الآیات الغوم یعلمون. بحث های ربایی ضمن این آیات به خواست خدا مطالبی دارد که انشاءالله در اون مطالب ربایی به عرض میرسه. درباره این که چه گروهی تحت ولایت شیطانن اشاره شد به این که کسانی که با سوء اختیار خودشون راه را بر خودشون بستن اینا کسانی هستند که توبه علی قلوبهم فهم لا یفقهونن یا ختم الله علی قلوبهم و مانندون. گرچه انسان تا آخرین لحظه میتواند برگردد، لذا تا آخرین لحظه عمرش مکلف هست، ولی این امکان فقط یه امکان عقلی است. اگر کسی عادتاً به جای رسیده است که خودش به پیغمبر عصرش این چیه میگوید سواء علینا اعبدت ام لم تکن من الواعظین، و به جای رسیده است که ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این گروه گرچه هنوز زنده اند ولی به سوی اختیار خودشون اهل ایمان نیستن. چنین گروهی که اهل ایمان نیستن و به جای رسیدن که صریحا به پیامبرشون میگوین چه موعظه بکنی و چه اصلا جز واعظان نباشی، چنین گروه توبه علی قلوبهم هستن، ختم الله علی قلوبهم هستن، با اینکه زندن. پس بین امکان عقلی با امکان عادی فرق است. دیگه عادتا اینها بر نمیگردن، منتها امتناع به اختیار لا ینافر اختیار. پس تا آخرین لحظه امکان عقلی برای برگشت هست، لذا تکلیف هم هست. اما امکان عادی منتفی است برای که نا به سوی اختیار بر خودشون راه را بست. درباره این که شیطان تا کی حضور و ظهور دارد، اونم قبلا گفته شد به این که تا قلم رو به تکلیف شیطان حضور و ظهور دارد. وقتی که تکلیف به وسیله مرگ از بین رفت، شیطان حضور دارد ولی کاری انجام نمیدهد، یعنی در برزخ شیطان وسوسه نمی کند. منتها همین عذاب مبین با انسان با هم محشور می شوند که انسان یک رنج صحبت هم جنس را هم در اونجا داشته باشد که با هم در برزخ گرفتار حفره‌ای از حفره نارن، یا با هم در قیامت گرفتار نار کبرایم، یا که چیزی کسانی هستند که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السیر. اما بعد از مرگ دیگه البته وسوسه ای ندارد. مطلب بعدی درباره سوالاتی است که نسبت به اون بهشت اولی شده، چون دریان بهشت اولی مبسوطا گذشت، دیگه اونها رو ما تکرار نکنیم. اما آیه خذوا زینتکم عند کل مسجد، این نشانه آن است که انسان در مراکز عبادی مزین باشد. اختصاصی هم به نماز عید فطر و عید قربان و نماز جمعه و امثال ذلک ندارد، همه نمازها را شان می شود. اگر بنابر این است که انسان مستحب است نماز را در مسجد بخواند، مخصوصا اگر کسی همسایه مسجد باشد، صلات او وقتی کامل است که در مسجد انجام بگیرد. لا صلات لجار المسجد الا بالمسجد، که در اینجا دو مطلب است. یکی این که اگر کسی بخواهد در مسجد نماز بخواند ثواب بیشتری برد، و اگر بخواهد ثواب بیشتری برد باید نماز در مسجد بخواند. یکی این که اگر کسی همسایه مسجد بود و نمازش را در منزل خوند، نماز او ناقص است، صحیح هست و این نماز کامل نیست. لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد. با توجه به دو نکته که هر محلی برای خود مسجد دارد و باید ساخت،
و با توجه به اینکه جار مسجد حداقل 40 خانه را در بر می‌گیرد و با توجه به نکته دیگر که مستحب است انسان تمام نمازها را در مسجد بخواند، بنابر اینکه ظهرین و مغربین را با هم بخواند، شخص حداقل روزی شبانه روزی 3 بار به مسجد می‌رود. و اگر ظهرین رو مغربین رو هم از هم جدا بکنن که در صدر اسلام این چنین میکردن، شبان روز 5 وقت مسجد میرود. اگر 5 وقت خود را معطر کند کافی است برای اینکه یه آدم مزینی باشد، چون خود و زینت کم اینده کل مسجد قهران لباس تمیز را برای مسجد نگه میدارد، قهران خودش رو آلوده نمی کند، لباسش هم تمیز نگه میدارد، خودش هم معطر میکند و ماننده. اگر گفتن با دهن بعد بو وارد مسجد نشوید، خب سعی میکند که این کار را هم نکند که دهنش بو بکند به مانند. پس جامعه جامعه مزینی خواهد بود، خود و زینتکم عند کل مسجد. با توجه به اینکه گذشته از نمازهای یومیه، نماز عیدین هم هست، نمازهای دیگه هم هست و نماز حاجت ها را انسان در مسجد بخواند زودتر مستجاب می شود، با توجه به همه این امور این هنگام نماز اگر کسی بناش و زینتش رو حفظ بکند، این جامعه جامعه تمیزی خواهد بود، جامعه مزینی خواهد بود، جامعه تمیز به نظیری است. شما می بینید دین بارها این حرف گفته شد که الان ما یک جلد دومی به عنوان مفاتیح الجنان باید بعد انقلاب نوشته می شد. جلد اولش همین دستورات عبادی است که فرون نماز، فرون روزه، فرون ذکر چقدر ثواب دارد. اگر کسی روایت هایی که مربوط به آداب و سنن اجتماعی در اسلام است و همچنین توجه به مسائل اقتصادی اما از دامداری و صنعت و کشاورزی اینا را هم بنویسد، مفاتیح الجنان دو جلد خواهد شد. جلد اولش مربوط به عبادات است، جلد دومش مربوط به معاملات. در جلد اول نوشته شد که اگه کسی فرون نماز مستحبی رو بخواند چقدر ثواب دارد، این حق است. اما روایت هایی که مربوط به درخت کاری است، اگه کسی درخت رو آب بده چقدر ثواب دارد، یه تشنه رو سیراب بکند چقدر ثواب دارد، نگذارد یه حیوان آسیب ببیند لکل کبیر هر را چقدر ثواب دارد، گلها رو آبیاری بکند چقدر ثواب دارد، ایما رجل او امرأ سقا سدره او طلحه من ما فکأنما سقا مؤمنا من زمأ. هر کسی پای درخت آب بریزد و نگذارد درخت تشنه بشود، مثل اینکه یک مؤمن تشنه را سیراب کرده است، این ثواب فراوان دارد. خب این همه روایاتی که مربوط به ثواب درخت کاری، ثواب آبیاری درخت، ثواب آبیاری گلها، خب اینا رو هم جمع بکنید میشه جلد دوم مفاتیح الجنان. ثواب معطر شدن، ثواب تمیز کردن اتاقها، ثواب تمیز کردن راهها. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود به این که اگر کسی در عبور میکنه شیر شکسته ای، تیغ شکسته ای، خاری سر راه است، این را بردارد، ایما رجل او امرأ امات عن قوم اذن عن طریقهم. اگر کسی خاری، تیغی، شیشه شکسته ای را از سر راه مردم بردارد که کسی آسیب نبرد، مثلا ثبتت له الجنه. اماته با تای مؤلف یعنی دفع کردن، امات عزا یعنی این چیزی که سبب اذیت است، این را از بین برده. خب چقدر ثواب دارد انسان خم بشه بعد این شیشه شکسته ای را از سر راه بردارد؟ این همه روایات هست دیگه. خب این نشون میده که جامعه میشه جامعه برین، جامعه مزین. از مجموعه دستوراتی که انسان به جامعه تمیز و مزین و معطر پوشیدن برای نماز دارد، با این دستورات جنبی قهرن انسان احساس میکند به اینکه در یک جامعه معطر و مزینی دارد زندگی میکند. بسیار از مسائل بهداشتن با همین تأمین میشود، چون بیماری ها قسمت مهمش مربوط به رعایت نکردن بهداشت. اون مسئله تصادف و اینها در حد کمی قرار دارد که اونها هم دین جلوگیری کرده، اما قسمت مهمش مربوط به رعایت نکردن مسائل بهداشتی از یک سو، بدخوری به پرخوری به سوی تغذیه از سوی دیگر است که همه را قرآن کریم جلوگیری کرده. در جریان
دستگاه تغذیه هم که فهمید کلو وشته و بلا توصیف و 80% بیماری مربوط به سوء تغذیه و گزارش و گوارش. یعنی شما وقتی آمار بیمار را مراجعه بکنید 80% یا 90% مربوط به بدخوری و پرخوری، اون 10% مربوط به تصادف و اینهاست. اینطور نیست که اکثری بیماری اون طرف باشه، اکثری مال همین بدخوری. به ما گفتن شبان روز دو بار غذا خوردن نیاز بدن رو تعویل میکنه، بقیه دیگه زائدیه. خب تا اشتها به غذا نداریم وارد کنار کنار صفر ننشینیم، یه مختصری هم مونده سیر بشیم از غذا، از غذا کنار صفر برخیز. نه تنها مشکل پزشکی و درمان با این تغذیه متعادل حل میشود، بلکه رشد علمی هم تأمین خواهد شد. چون هرگز یه انسان پرخور چیز فهم نمیشود. یک طلبه یا دانشجویی که همیشه سیره، این به زحمت حرف دیگران را بفهمه، اما توفیق مثلا ابتکاری داشته باشه، مثلا نوآوری داشته باشه، اینجور نیست. و خدا خدای همه است. و به تعبیر جناب شیخ اشراق و سایر بزرگان تا حال فرمودن ما وقف نامه ای ندیدیم که خدا علم را وقف کرده باشد مال یه مردم یه سرزمینی یا مردم یه اصلی. نه زمان دخیل، نه زمین، وقف نکردن علم را برای. شما نمونه هم میبینید بعضی از افرادی که مال منطقه دیگه هستن، سالیان متمادی این افغان رهبری فکری بسیار جوامع اسلامی را به عهده داشت، الان متاسفانه به این روز سیاه نشست. همین ابوالعباس لوکری، لوکرمون یک حدی منطقه افغان دیگه، این ابوالعباس لوکری شاگرد و الواسطه مرحوم بوعلی است و استاد محقق طوسی است. اون خواجه نصیر را این تربیت کرده، حوزه علمیه عمیقی که خواجه در او تربیت شد، زعیمش به مدرس رسمیش ابوالعباس لوکری بود. این ابوالعباس لوکری یک کتابی دارد در فلسفه به روالم و الهیات شیخ الرئیس و تحصیل بهمنیار نوشته شده. او شاگرد بهمنیار است و استاد مرحوم خواجه نصیر. تا برسد این عصر اخیر که مرحوم آخوند خراسانی، خب افغانی بود دیگه، مال هرات بود دیگه، این همه مراجع را یه افغانی تربیت کرده دیگه. تقریبا 50 سال شاگردان مرحوم آخوند خراسانی مرجعیت شعر داشتن دیگه. شمال هرات افغان بود دیگه، خراسان بخش شرقی خراسان همین افغان دیگه، آخوند خراسانی که مال مشهد و اینا نبود. خب پس یه طلبه افغانی وقتی خوب درس بخونه میشه مرجع پرور. ادیبان فراوان داشتن، تو بخشای زهد و عرفان و الهی نام نوشتن و امثال زاله. خب حاج عبدالله انصاری مال هرات دیگه، عربی دیگه. بعدها شارحانی خواهد این منازل سایرین شهری کردن، وگرنه وحوه به سبقین حائزون تفضیلا، الهی نامه از اوست، اون منازل سایری رو اون نوشته، اون مرد این میدان بود. خب عرفان مال افغان، فلسفه مال افغان، اصول فقه مال افغان، الان به این روز سیاه نشسته. اگر ملتی خدا ناکرده قدر نعمت رو نداند، ممکنه خدا از اونا بگیرد به دیگران بده. خدا خدای همه است. ما ننسخ من آیتن اون نونسه ها نعت به خیر منها و مثلا. هیچ کس نمیتواند بگه ما به اینجا نمیرسیم، همه میتوانند بگه ما اینجا میرسیم. منتها ما هم گفتن کسی که پرخور باشه هرگز ملا نخواهد شد. یه طلبه که همش سیره، نهار میخوره سیر میشه، شام میخوره سیر میشه، این دیگه عالم نخواهد شد. این یا امام جواد میشه یا امام جمعه میشه مثل ما ها. این یا آخوند معمولی داره که همیشه سیره، همیشه سیر از کنار سفره برمیخیزه، هیچ وقت طعم اون جوع را نچشید، این ملا نمیشه، یعنی آدم معمولی میشه. این بیان نورانی از تعبیر است که لن تجتمع الفتنه تو والبتنه، فتانت با بتانت جمع نمیشه. مگه میشه آدم همیشه سیر باشه بعد نوآور باشه؟ او اهل نماز شب نیست، بر فرضم اهل نماز شب باشه به طور عادی نماز میکنه، بالاخره یه جای خالی باید باشه یا نباشه؟ یه مقداری این جان الهی و ملکوتی باید فراغت داشته باشه یا نباشه. همون لن تجتمع الفتنه تو والبتنه، بتانه بتین بودن، سیر شدن با فتانت جمع نمیشه. لن تجتمع الولیمه و العظیمه، همون انسان سورچر باشه، اهل ولیمه باشه.
اگر عالم روستا یا شهر هی تقویم سر رسید درشه که کی مهمان فرونجاست کی مهمان فرونجاست، یه آدم ولیم چر دیگه ملا نخواهد شد. لن تجتمع الولیمت و العظیمه، اگه کسی بخواد اهل عزم باشه، جزء اولول عزم بشه، یعنی اهل تصمیم باشه، این سورچر نیست. احترام مردم محفوظه، با ادب در جامعه زندگی میکنن، اما حالا ظهر مهمان این، شب مهمان او، این به اون صورت در نمیاد. پس بنابراین راه ملایی مشخصه. شما شرح حال علما رو که آدم میخونه، یکی از بهترین راه‌های اخلاق به علم اخلاق همینه. یه وقت انسان درس اخلاق میگه، بحث اخلاق میکنه، مهجه مرحوم فیضی نگاه میکنه، اون راه خوبی است. روایات اخلاقی رو مطالعه میکنه، راه خوبی است. اون یه گوشه راهه. یه وقت اون راه‌های عملی که چجور اینها به اینجا رسیدن، مطالعه احوال علما راهگشاست به آدم. برای اینکه شما میبینید در ساده ترین محیط بهترین آدم پرورش پیدا میکنه. خیلی روشن نیست که حالا معدن طلا مثلا باید در کوههای سرسبز باشه، نه، گاهی در کوههایی که خیلی سوزانه، استوایی است، بد آب است، بد هواست، اون کوه کوه طلا در میاد. و خدا هم تقسیم کرده. نشانش هم شما شرح حال علما رو که میخواید میبینید، از هر منطقی، از هر اقلیم و استانی مردان بزرگ برخاستن، چون هو معکم اینما کنتم. فرض آن است که این فرو وشته و ولا توصرفو، این هم تو بحثای طب ظاهری است، هم بحثای طب باطنی است. در طب ظاهری همین روایت است که مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرده، سیدن استاد تو میزان المیزان نقل کرده که در زمان بدر عباس به هارون عباسی طبیب مسیحی به یه عالم مسلمان گفت که دین شما از طب خبری نیست. چون اونها میگفتن که عیسی مسیح سلام الله علیه طب را آورد، علمایی که مسیحی بودن به دنبال طب رفتن و مانند داد. این عالم مسلمان که اسمش تو مجمع هست و تو المیزان هست، فرمود به این که قرآن کریم یه بیانی دارد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستوری دارد، اینا اصول کلی طب را جمع کردن. چون اکثر بیماری ها مربوط به دستگاه گوارش، و خدا هم در این زمینه فرمود کلوا واشربوا ولا تسرفوا، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که المعده بیت الداء و الهمیه بیت الدواء، این دستگاه معده و پرخوردن، این خانه درد، دردخانه است. همیه احتما یعنی پرهیز کردن، بهترین وسیله برای درمانه. خب بیماری های گوارشی با این حل است. وقت این دو تا جمله را، یعنی این آیه را با اون حدیث را، وقتی که به اون عالم مسیحی گفتن، اون عالم مسیحی گفت که ما ترک دین کم لجالینوس طب با، دین شما برای جالینوس حرف برای گفتن نذاشت. منتها ما نباید توقع داشته باشیم ریز و درشت مسائل پزشکی را قرآن بگوید. علمی اسلامی است که خصوصیات کلی و خطوط کلی را بگوید، حالا راضی نیست جزئیاتش را بگوید. الان شما مثلا مکاسه مرحوم شیخ رو میگید که محتوای او اسلامی است، این درباره علوم اسلامی بحث میکنه، رسالش هم میگید، کفایه هم میگید، بالاخره اینا علوم اسلامی است. خب معنای این که فلون علم علم اسلامی است این است که ریز و درشتش، هر صفحش چند تا آیه، چند تا روایت باشه، این مربوط به عبادات است. البته صوم و صلات اینطوره، طهارت و امثال ذلک اینطوره که با آیات و روایات تعیین میشه. اما حالا بیع مرحوم شیخ انصاری جزء علوم اسلامی است دیگه، چند تا روایت درشه، چند تا آیه درشه. و عمیق ترین مسائل مکاسب هم مسائل بیعه، بخشای مهمش رو هم عقل و بنا و غلا داره اداره میکنن. یار اصولی که علوم اسلامی است، اول تا آخر اصول یکی دوتا آیه است، اونم برای رد کردن، یعنی اصول علمی نیست که به قرآن متکی باشد. غالب محققین میدونن که این آیه نفع دلیل بر حجت خبر واحد نیست، آیه نبع دلیل بر حجت خبر واحد نیست، فصل و رزق دلیل نیست. این رو غالبا نقل میکنن برای رد کردن و تشدید اذهان. خب همین که یه روایه بحث های عقلی در این مدار
که نیازها را تأمین می کند بخشای اساسی اصول را به دارد، و یه روایتی که وقتی به دست فن آوران این رشته برسد می توانند مجتهدان و فروع فراوان را از اون استنباط کنند. بحثای تنجیز و تعلیق، قید به وجوب برمیگرده یا واجب، شرط واجب است یا وجوب، شرط حصولی است یا تحصیل، اینها هم بحثای عقلی است در مدار یک روایت جامع که این مجموعه را علم دینی میکنه. خب بحثای استصحاب همش به یک روایت بواسطه، چون چند تا روایت برای تضافر که سند درست بشه، و این روایات متعددی در مسئله نیست. اون تنبیهات عمیق استصحاب همش جزء علوم اسلامی است. وقتی یک جمله را به دست مرحوم شیخ انصاری و اخوند خراسانی و سایر بزرگان رضوان الله علیهم بدهید، میشه بحث استصحاب. بارها برزون برسید این مسئله استصحاب، بحث استصحاب طوریست که یک طلبه فاضل جدی پرکار حداقل با 5 سال درس بخونه تا این حدیث بفهمه. مجموع سطح و خارج استصحاب را، یعنی از معالم و اصول گرفته رسائل و کفاوی و خارج، درباره خصوص استصحاب یک طلبه فاضل بخواد مجموع سطح و خارج این حدیث رو بفهمه 5 سال طول میه، در صورت خوب درس بخونه. پس معلوم میشه یک حدیث اگر به دست کارشناس تأمین بشه مواد فکری 5 سال رو تأمین میکنه، استصحاب معالم را، استصحاب اصول فقه را، قبلا قوانین بود، استصحاب رسائل را، استصحاب کفایه را، استصحاب خارج را. یک طلبه جدی فعال حداقل 5 سال زحمت بکشه. تمام این بحث‌های عمیق علمی سودمندم در مدار یه روایت بود. خب این کریمه کلو و اشربوا و لا تسرفوا با اون بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود المعدتو به بیت الداء، این رو به دست کارشناسان پزشکی بدید، اینو بررسی میکنن که چیجور میشه معده مریض میشه، چیجور میشه پرهیز و کمخوری درمان می آوره، انواع و اقسام پرخوری ها، انواع و اقسام غذا خوردن، انواع و اقسام غذا، انواع و اقسام انهای خوردن. این که وقتی بحث بشه میشه طب اسلامی. لازم نیست طب اسلامی نظیر کتاب طهارت و صلات وجب به وجب بگن فرونجا کرسوف باید این طور باشه، فرونجا باید ثلاثه اشبار فی ثلاثه اشبار باشه، که هم عبادات علوم اسلامی است، هم معاملات فقهی مثل مکاسب بحث متاجر وجود علوم اسلامی است، هم اصول. خب خیارات مرحوم شیخ وجود علوم اسلامی است، روایات فراوونه. متاجرش، بیعش وجود علوم اسلامی است، روایات به زحمت شما پیدا میکنه، آیه به زحمت پیدا میکنه. تازه اون اوفو بالعقودش هم که تبرک ذکر شده بعضی نمیپذیرن که این سند فقهی. خب این همه مسائل عمیقی که مرحوم شیخ تو قسمت بی دارد، هم علوم اسلامی است دیگه. پس اسلامی بودن یه علم لازم نیست که قدم به قدم آیه و روایت باشد، که به همون معیاری که اصول علوم اسلامی است، به همون معیاری که بخش بیع مکاسب جزء علوم اسلامی است، به همون معیار ما طب اسلامی خواهیم داشت. البته بیش از اون مقدار هم آیه هم روایت است که چی خوبه چی بده، کدوم غذا خوبه کدوم غذا بده. خب حالا این روایت ها را که درباره اغذیه و امثال ذلک آمده، یک کارشناس بود مربوط برش کند که این مربوط به اقلیم است، مربوط به اشخاص است، آیا برای قضیه جزئی است، اینها مطلق و مقید دارن، عام و خاص دارن، مجبر و مقید دارن، و قهره میشه طب اسلامی. به هر تقدیر وقتی این عالم اسلامی که در دربار بدر عباس بود به اون پزشک مسیحی که حضور داشته همچه جوابی داد، او گفت ما ترک دین و کمل جالی نوسه طبا. این مربوط به طب ظاهری، اونم مربوط به طب باطنی، که گفتن هر کسی به جایی رسید در اثر کمخوری رسید. خب اسراف 2 جوره، یه وقت انسان از بس کم میخورد که به دستگاه گوارش خود آسیب میرسوند، خب اونم میشه حرام. چه عملی بالاتر از روزه است که از سومولی، همین روزه وقتی برای کسی ضرر داشته باشه خب میشه حرام دیگه. امساک زائد از حد، اونم تفریط است که بر انسان ضرر داشته باشه، خب اون میشه محرم. ولی معتدل باشد انسان به مقداری که دستگاه گوارش لازم دارد، نه بیش از اون مقدار. هم طب بدنی تأمین میشود، هم طب روحی، هم طب طبیعی، هم طب فراطبیعی.
غالبا اینا شاگردانشون توصیه میکردن به اینکه پرخور نباشی. پرخوری هرگز با ملایی سازگار نیست. جو این چینه سهرم، این چینه سهر با سین و های حوض، یعنی بیداری و کمخوابی. تهجع به اصطلاح رو کانون قلیل من اللیل ما یهجعون. خواب کم نعمت خوبیست، غذای کم نعمت خوبیست. خب پس این هم طب ظاهری رو بیان میکنه، هم طب باطنی رو بیان میکنه. اسراف هم همینطوره، کلو بشربو ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. حالا اگر کسی بخواهد از زینت استفاده کند، فرمود به اینکه ما این زینت ها را برای شما آفریدیم، هم برای مسائل فردی شما، هم برای مسائل جمعی شما. خب بهترینش رو در بهشت خلق کردیم، ولی شما مزین باشید ولی به زینت دل نبندید. شما یه سلسله نیازهایی دارید، اگر شما این نیازهای طبیعیتون رو برآورده نکنید، این دستگاه بدن شما رو مشغول میکنه. شما این رو مشغول کنید، یه مقدار غذا به او بدید، یه مقدار لباس تمیز، یه مقدار عطر، یه مقدار زیبایی های خوب تأمین بکنید نیازهای طبیعی بدن و دستگاه بدنی و ادراکی را، تا او شما را مشغول نکنه. زینت ها را ما آفریدیم، اگر شما بهره نبردید این میپوسد. خب این گل ها را اگر شما بهره نبردید، این چنین نیست که دیگه حالا خدا گل نرویاند، که این ریحان و ورد را میرویاند. شما اگر عرقش نگرفتید، گلابش نگرفتید، معطر نشدید، این چنین نیست که دیگه خدا گل نرویاند. خب شما هدر دادید، اسراف کردید، این توفاله خواهد شد. خدا این کارا رو میکند. ولکم فیها جمالون، چه در باره دامها، چه در باره رمه‌ها. در اونجا فرمود ولکم فیها جمالون این تریحون و این تسرحون. هم در باره وسائل نقدیه فرمود به اینکه لترکبوها و زینه. هم در باره جامه های فاخر فرمود انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، یعنی جامه فاخر آفریدیم. پس بنابراین تحجر نورزید، بگید اینا حرامه. نه، اینا حرام نیست. شما به او دل نبندید، اینا حرام نیست. راه دل بستن و نشانه دل بستن چیه؟ یکی این که انسان از راه حرام تعیین میکنه، چون وقتی به او دل بست برای او حلال و حرام نداره. این که از راه حرام تعیین میکنه و نوشه به او دل بست. یه وقت است که نه، از راه حلال تعیین میکنه لیکن در راه حرام صرف میکنه. ایما امرأت تعترت و مرت علی قوم لیجدوا ریحها و حیزانیه، گفتن برای همسرش خودش رو معطر بکنه نه برای دیگانه. خب اگر این خودش رو معطر کرد و عبور کرد تا نامحرم بوی او را استشمام کند، ده یه زانیه. از اون طرف گفتن مستحب است خودش رو برای همسر معطر کنه، از این طرف گفتن بیرون خودش رو معطر نکنه. اینم دو. سوم، حالا ای کسی جامعه خوب، لباس خوب، وسیله نقلیه خوب دارد برای اینکه اون نیازهای طبیعی زیبا طلبی خود را تأمین بکند، اون نیست، بلکه یک زیبا طلبی کاذبی در او ظهور کرده است، میخواد او را ارضا کند. و اون این تفاخر و تکاثر است که ایهم احسن و اساسا و رعیا، این شد دنیا. این ایهم احسن و اساسا و رعیا معنیش اینه که این برای که نشون بده لباسش گرونتر، برایش که نشون بده اتومبیلش گرونتر، برای که نشون بده فرش خونش گرونتره بهتره. احسن و اساسن، اساس یعنی لوازم خونه، و قبار اون اساس با سین که یعنی پایه است، این اساس با سای مثلث یعنی لوازم خونه. یا نه، کدام یک از اینا چشمگیرترن، بهتر به چشم میافتن. ایهم احسن و اساسن و رعیا، این بهتر به چشم میآید، چشم هم چشمی است، چشم گیرتر است. این گونه زینت ها حرامه. خب به این مرز که میرسد محرمه. و اما این کسی نه، انسان میخواد تمیز باشد، نه برای این که معاذالله تکاثر کند، تفاخر کند، یک سو یا نامحرمی او را ببیند یا او نامحرمی را ببیند، از این دقیق نیست. یا بخواهد احسن و اساسن را نشون بدد، نیست. احسن و رعیا را نشون بدد، نیست. اینا نیست. پس مرزها مشخصه، وگرنه جامعه خوب، وسیله خوب،
اگر که اون چه از راه حلال بود نه از راه حرام، برای کوبیدن دیگری نبود، فقط برای تأمین نیازهای طبیعی خود بود، برای فخر فروشی نبود بلکه برای تأمین نیازهای درونی بود. این نفس را به حلال مشغول می کند تا نفس او را به حرام مبادار نکند، وگر این دست بردار است. این خواسته های طبیعی را انسان اگر تأمین نکند او انسان را وادار می کند به خلاف طبیعت حرکت کند. فزفاد من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. چرا این کار می کنید؟ حالا روایات های بعدی رو می کنید. در جریان یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد که صدر آیه است، شامل زینت های ظاهر و باطن هر دو قسم می شود، به دلیل اینکه هم درباره جامعه زیبا و معطر شدن روایات آمده، هم درباره اینکه وقتی نما وارد نسل شدید به ائمه معصوم بعد به ائمه عدل اقتدا بکنید. داشتن یه امام جماعت عادل زینت مسجد است. این تو روایات ما هست. اقتدا کنید به ائمه‌تون، خذوا زینتکم، یعنی اقتدوا به ائمتکم. خب چه بهتر که انسان، چطور شما حرم میرید احساس زینت میکنید؟ این نه برای اینکه حرم ترا دارد، بقی هم که میرید احساس زینت میکنید. انسان یه زیارت جامعی رو در بقی میکنه، خب احساس زینت میکنه دیگه، با که اونجا یک خاک ویران بشنی. این دل امام المعصوم انسان عرض ادب بکند، این اخذ زینت است. روایاتی که در ذیل این آیه آمده دو قسم است، هم زینت های ظاهری دارد، هم دارد به ائمه‌تون اقتدا کنید. داشتن یه امام جماعت عادل زینت اون مسجد است، اهل آخرت باشد. کسی که یذکرکم الله رؤیته، این زینت اون مسجد است. در جریان زینت الله التي اخرج لعباده، این هم دو قسم است. منتها کسانی که تهجر دارن گرفتار اون زینت های معنوی اون در اون سر نیستن، گرفتار همین زینت های ظاهری هستند. زینت ها را خدا از دو جور خارج می کنند. یه وقت است که زینت هایی است که از زمین خارج می کند، نظیر گلها و ریاحین و امثال زاله عطرا و اینا. یه وقت است که نه، زینت های صناعی است که بشرها را هدایت و راهنمایی میکند تا اینا استخراج کنند، استنباط کنند، استظهار کنند و مانند. همه اینها جز اخرج الله لعباده است دیگر. خدا اینها را برای بندگانش استخراج کرده است. منظور از این بندگان یعنی مؤمنین نیست، چون خطاب به عنوان یا بنی آدم است، همه را شامل میشود. البته در اینجا عباد به معنی بندگان تکوینی است، نه بندگان تشریعی. فبود اینها را خدا برای انسان‌ها آفرید. چه اینکه در دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه که دارد پروردگارا مکه را سرزمین پربرکت قرار بده، خدا هم این دعا را مستجاب شد. فبود ما هر کی در مکه است بالاخره رو متنعم میکنیم. اگه کسی مؤمن باشد که از برکات دنیا و آخرت استفاده میکند، و اگر کسی کافر باشد که چند سباهی از نعمتهای دنیا برخوردار است و بعد او رو مستر میکنیم به عذاب علیم. لذا کسانی که در حرم الهی زندگی میکنن، چه حق چه باطل، بالاخره از نعمتهای دنیا برخوردار است. اما خالصش در قیامت برای مؤمنین است. اینجا هم فهمد این زینتهایی که ما خداوند آفرید و همچنین طیبات از رزقی که خلق کرد، اینا مال بندگان خداست، اما از مؤمن و کافر. برای اینا آفرید. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. بعد فرمود قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامه. در دنیا مشترکن بین مؤمن و کافر، و در آخرت این نعم مخصوص مؤمنینه. در آخرت از این نعم چیزی به کفار نمیرسد. همین که کفار به مؤمنینی که در بهشتن میگوین به این که عبه اتنا ارزقنا عبه اتنا، یه مقداری آب ما بدید، یه مقداری از رزق بهش ما بدید، قالوا ان الله حرمهم على الكافرين. پاسخ بهشتیا به کفار در قیامت این است که ذات اقدس اله نعمتهای بهشت و آب بهشت را بر کفار حرام کرده است. این تکوینن حرام کرده، نه تشریعن. اونجا جا برای تشریع نیست، یعنی از شما محرومی. نظیر حرم نا علیه المراضع،
اینکه در باره موسی کریم فرمود ما پستان دایی ها رو برای تحریم کردیم، نه یعنی به او تکلیف کردیم که از ذره شر اینا بر تو حرامه، نه اصلا این نمیمکید. هر دایی پستان در کام موسی کریم سلام را نمیذاشت، او نمیمکید. این میشه تحریم تکمیلی. حرمنا علیه المراضع. در جریان نعمتهای بهشت و آب بهشت بر کفار در ان الله حرمهما علی الکافرین. پس در قیامت کفار از این نعم الهی بهره ای نمیبرند، خالص برای مؤمنین. خب چیزی که خالص در بهشت برای مؤمنین است میشود در دنیا انسان او تحریم بکند. منتها اون اعتزالی که گفتن ممدوح است، اعتزال عن دنیا است، یعنی انسان دل نبنده. نشانش اینه که اگه نبود نگران نیست، یک دستیار تحصیل و از راه حرام نیست، دو حالا که فراهم کرده دستیار تکاثر نیست، سه احسن و اساسا و رعیا نیست، چهار اگرم از دست داد نگران نیست، پنج اینا معیار این که انسان لله کار میکنه یا نه دیگه. معیار این که این زینت الهی را میخواد یا نه نمیخواد. اگر لله بود هیچ محذوری نداره. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق. منتها اگر یه مسئله این است که وظیفه رهبران الهی چیست. در باره بیان نورانی هست امین سلام الله علیه دارد که خداوند برای رهبران یه وظیفه دیگری قرار داده. اون این است که در حد ضعیفتری مردم زندگی بکنند. خب در طرف دست طرف ضعیفتری مردم زندگی بکنند یه حرف است دیگه، اون جامعه های فاخر اینها رو ندارن. اما تمیزی و بهداشت و مزین بودن حرف دیگه است. عطر برای همگان رواست. یه وقت هستم که خود استعمی سلام الله علیه هم بود که شما اون راهی رو که من رفتم مقدورتون نیست، خودتون به زحمت نندازید، وسط راه میبرید، از گذشتم بر میگردید، یه ادیرم بر میگردید. حواسی این را نکنید که مثل من باشید، این مقدورتون نیست. ولی بالاخره خود را با ضعیفترین مردم وقتی که مسئولیت پیدا کردید با ضعیفترین مردم هماهنگ کنید. این بیان را که ابن ابوالحدید نقل کرده شما اصلا در باره غیر از امیر سابقه ندارید همچین نشونه ببینید. ایشون میگوید که در تمام روزهای جمعه تمام در مدت هفته اموال بیت المال را توزیع میکرد. هر جمعه این بیت المال را شخصا یک نصف بیت المال جارو میکرد، رفت رو میکرد و یسلی فیه رکعتان و یقول لیشهد دی یوم القیامه. این کار مخصوص او که انسان دیگه بگه آینده خب چه خواهد شد، به این وام بده به اون وام نده. اینطور نبود، تمام اموال را تقسیم میکرد عادلانه بین مستمندانی که از حقوق به ملی باید برخوردار باشن. بیت المال را خالی میکرد، هر هفته بیت المال را شخصا جارو میکرد، دو رکعت نماز میخوند، بعد میگفت این بیت المال باید در قیامت شهادت بدهد که علی امین بود و علی در اینجا نماز بود. این کار را شما فقط در او میبینید. بعد هم فهمود بگه که مقدور شما نیست مثل من زندگی کنید، لکن فاصله تون را از طبقه مستضعف و محروم کم بکنید. اونا وقتی که شما را میبینن خوشحال باشن به فاصله کمه. یک وظیفه مال رهبران است، یک مسئله این است که برای مردم عادی اوساط از مردم کل واحد لو کلیه و طبع این گونه از زیورها چیست. اینا فی نفسه فرمود من ندارد، اون پنج شش راهی که نشون داشت اونها ممنوعه و اگه کسی بخواهد به چشم دیگران بکشد اون هم احسن و اساسن و رعیا بشود اون ممنوع است. الحمدلله.